خداوند بخشنده و مهربان، میثم حبیبی هستم، کارشناسی مهندسی نرم افزار و با یکی دیگه از پکیج های آموزشی خودم در خدمتتون هستم. من میخوام در این پکیج آموزشی برنامه نویسی انبارداری و حسابداری انبارداری رو به شما آموزش بدم و بگم چطور میتونید یک پروژه رو به صورت کامل صفر تا صد تا مرحله اجرای کامل توسط VB.NET بسازید. پروژه ها به شما این امکان رو میدن که بهتر بتونید با برنامه نویسی ارتباط برقرار کنید و من در اینجا زبان ویژوال بیسیک دات نت رو انتخاب کردم تا به بهترین شکل بتونم این زبان رو به شما آموزش بدم. خب اونهایی که میخوان این زبان رو یاد بگیرن و پروژه سازی رو با این زبان آموزش ببینن مستلزم این هستش که حتما آموزش های مقدماتی رو آموزش دیده باشن، مثل ویژوال بیسیک مقدماتی و ویژوال بیسیک تکمیلی به همراه SQL سرور. خب دوستان دقت بکنن، این که حالا ما زبان ویژوال بیسیک دات نت رو انتخاب کردیم، شاید خیلی ها بگن خب چرا سی شارپ؟ نه، من راحت بهتون بگم اونهایی که این پکیج رو میبینن اگر کمی به دانش سی شارپ در واقع واقف بشن به راحتی میتونن کدها رو تبدیل بکنن. خود من خیلی وقتا برنامه هایی رو نوشتم که بعدن مجبور به تغییر اون شدم و کار سختی هم نیستش، میتونید تغییر بدید. اما لازم میدونم قبل از اینکه بخوام این بحث رو شروع کنم چند تا نکته رو بهتون گوشزد کنم تا انشالله تا انتها بهترین بهره برداری رو از این پکیج داشته باشید. اولین نکته این که برنامه‌ها به صورت فعل بداهه ساخته میشه. درسته یک کلیشه و اشل اولیه‌ای از کل پروژه نوشته شده و داره انجام میشه، اما کدها همه فعل بداهه است. پس اگر در بین کدنویسی خطایی رو دیدید، اشکالی رو دیدید، من کات نمیدم، خطا رو ادامه میدم و اصلاحش میکنم. اینجوری شما بهتر با برنامه ارتباط برقرار میکنید. من خیلی از فیلم‌های آموزشی رو میبینم که خب استاد انجام میده، خب انقدر هم حرفه‌ای هست که خیلی وقتا به خطا هم نمیخوره و همینطور تا انتها میره، یا اگر خطا بخوره کات میده و مجددا فیلم رو ضبط میکنه. از نظر شخصی بنده درست نیست و تیم فرادرسم بر این باور هستش که حتما خطاها اصلاح بشه تا آموزش بهتری به شاگردها داده بشه در این زمینه. نکته بعدی این که حتما پکیج های دیگر رو تهیه بکنید. دوستان دقت بکنن، گاهن در یک پکیج یک مبحثی رو آموزش داده که در پکیج های دیگه نیازی نمیبینه اونو تکرار بکنه. شما میتونید با تهیه کردن دیگر پکیج ها از هر استاد به تاکتیک ها و تکنیک های بیشتری دست پیدا کنید و همینطور میتونید تکنیک ها و تاکتیک های مثلا اساتید دیگر رو یاد بگیرید. خب بالاخره هر استادی برای خودش یک سری ترفند هایی رو داره. نکته بعدی این که حتما این پکیج رو استپ به استپ تا انتها مشاهده کنید. من دیدم گاهن کسانی هستن که پروژه آخری که در حالا مثلا آموزش هستش رو سریعا میخوام پایلوت کنن، سریعا میرن سراغ کد، حوصله ندارن که فیلم ها رو استپ به استپ تماشا کنن یا فیلم ها رو تون تون جلو میزنن. مطمئن باشید خیلی وقتا که دارم کارهای تکراری رو انجام میدم، موضوعاتی رو مطرح میکنم که پروژهتون رو بهتر بتونید انجام بدید. خواهشاً 10 12 یا 15 ساعت آموزشی که الان همراهتون هستون، هنوز تازه داره شروع میشه و نمیدونم چند ساعت میخواد بشه، حتما ببینید کامل تا به بهترین شکل یاد بگیرید. حالا در انتها لازم میدونم که این مطلب رو بگم که حتما دوستانی که میخوان این پکیج رو یاد بگیرن باید به برنامه نویسی VB.NET مسلط باشن بعد شروع بکنن، چون من VB.NET درس نمیدم، عملا میخوام پروژه هم. در اینجا شروع میکنم ساخت پروژه انبار به زبان VB.NET. ببینید خوب دقت کنید، قبل از اینکه هر پروژه ای را هر برنامه نویسی بخواد انجام بده، اول باید یک آنالیز بسیار پرقدرت راجع به اون برنامه داشته باشه. یعنی باید بدونه چه چیزی را میخواد بسازه. حتی اگر کوچکترین مطلبی جا بمونه، بعداً در برنامه نویسی دچار مشکل خواهید شد. شده 6 ماه برای آنالیز یک پروژه وقت بذارید، بدونید باید این کار رو بکنید و برای اینکه به نتیجه درست برسید. وحشتناکترین ساختار برای یک پروژه فیدبک کردن هستش. یعنی شما گزینه‌هایی رو نشناخته و ندونید و وارد پروژه بشید، وارد برنامه نویسی بشید و فیدبک بخورید، هی برگشت بخورید، هی آیتم اضافه بشه. تو خیلی از پروژه این اتفاق میفته و میتونم بگم بیشترین پروژه ها در دنیا به شکست منتهی شده به دلیل همین فیدبک های بیش از حدی که داشتیم. خیلی از جاها هستش که پروژه هایی رو ساختن ممکنه 50 بار اقدام به ساخت نرم افزار شده و به شکست منتهی شده. پس این رو حتما بدونید، در کره زمین بیشترین میزان پروژه ها به شکست منتهی شده.
به دلیل نداشتن آنالیز صحیح نسبت به ساختارهای مختلف. پس میدونم یه مقداری این مقدمم طولانی خواهد شد، به دلیلی که میخوام کل مطالب انبارداری رو به شما آموزش بدم، ساختارها، فرایندها، سندها، و یه مقداری طولانی میشه. پس خواهش میکنم تا انتها این رو دنبال بکنید تا وقتی که آنالیز برنامه رو دارید میبینید مطمئن باشید که بهتر یاد خواهید گرفت. خب اول اینکه انبار محلی است برای نگهداری کالاها. حالا این کالاها برای چه کاری ازش استفاده میشه توضیح میدم. موجودهایی که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی ثبت و نگهداری میشوند. ببینید کلن کالاهایی که میذاریم داخل انبار یک طبقه بندی داره، یه ثبت داره، یه نگهداری داره و در انتها هم تحویل به حالا مشتری یا هر شخص دیگه. به طور کلی انبارداری عبارتند از دریافت مواد و اقلام، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آنها به مصرف کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های سازمانی. خب این دستورالعمل‌های سازمانی خیلی پیچیدگی زیاد داره که بریم جلوتر اینها رو یاد بگیریم. به نحوی که با اعمال کنترل دقیق از میزان موجودی کالا، ببینید خیلی مهمه میزان موجودی کالا، یعنی اینکه اگر کسری در انبار باشه، زمانی که شما کارت لیست میدی 500 تا کالا وارد انبار شده، باید 500 تا کالا خروجی انبار داشته باشی. پس چی؟ از میزان موجودی کالا در انبار و مقدار مصرف آن و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودی ها جلوگیری شود. یعنی شما باید خیلی مراقب باشید کسی که داره یک نرم افزار انبارداری میسازه. تقسیم بندی انبار، انبار مواد اولیه، انبار قطعات یدکی، انبار قطعات سنگین و انبار قطعات ساخته شده، انبار فلزات، غذایی، مال و تجاری، انبار تدارکات، انبار سازمان‌های خدماتی، اینا هر کدوم ساختارشون کاملا متفاوت هست و برنامه نویس باید بداند که برای هر کدوم اینا چه مدل برنامه نویسی کنه. حالا پیش از اینکه بخوام پروژه ساخت انبارداری رو شروع کنیم، نیاز است مطالبی در مورد انبارداری چیه و مطالبش رو یاد بگیریم. انبار محلی هستش که شما میتونید در کوتاه‌ترین زمان به کالا دسترسی پیدا بکنید. به دلیل چی؟ طبقه بندی درست. وقتی طبقه بندیتون درست باشه، راحت تر به حالا ساختار انبارتون میرسید و به ساختار کالاتون میرسید. دوستان البته اینها یه جورهای بداهه است. خیلی ها میدونن، نیازی به گفتن نیست، ولی خب به صورت کلیشه‌ای باید حتما گفته بشه. با داشتن انبار کامل میشود برابر با الگوی تقاضا و سفارشات کالاهای مطلوب را ارائه کرد. ببینید کالاها متنوع هستش. اگر شما یک انبار کاملی داشته باشید، نمیدونم تا حالا دقت کردید، بعضی وقت میرید یه مغازه، این طرف میگه مثلا میگم این کالا یا سود داره یا نه، میگه جوری جنسمه که آوردم. خب پس وقتی یک انبار کامل داشته باشید به تنوع سفارشات میتونید پاسخ درست رو بدید و عملا حالا اصطلاح میگن پاخور کار زیاد میشه، پاخور شرکت زیاد میشه و میشه یک جور سمبل در فروش باشه. کاهش آثار ناشی از نوسان قیمت‌ها در تأمین مواد و کالاها که خیلی مهمه. انبار به شما این امکان رو میده با دپو کردن کالاهاتون در صورت که قیمت بازار پایین و بالا رفت، خودتون رو بتونید سریعاً تطبیق بدید و مشکلی براتون پیش نیاد. چرا وقتی انبار نداشته باشی مجبوری از بازار به قیمت روز بخری و با قیمت روز خودت رو تأمین کنی و در واقع تجهیز بکنی، ولی در صورتی که اگر انبار داشته باشی میتونی کالات رو با میل خودت تنظیم و قیمت‌گذاری بکنی. به کمک انبار میتوان تعداد دفعات خرید را کاهش داد. خب همینم باعث میشه حمل و نقل شما کاهش پیدا کنه. پس چقدر در حمل و نقل شما هزینه هاتون پایین میاد، میتونید خریدهای عمده تری بکنید. مثلا اگر انبار شما خیلی بزرگ باشه، به جای اینکه مثلا یک وانت شما سفارش کالا بدید، میتونید یک تریلی سفارش کالا بدید که هم تخفیف بر تعداد کالا بگیرید، هم میزان حمل و نقل رو، هزینه های حمل و نقل رو کاهش بدید، که این خودش یه جور صرفه‌جوییه و بار فشار مالی رو کاهش میده و همین امر هم باعث میشه شما بتونید بهتر خدمات بدید روی قیمت و مانور قیمتتون بهتر باشه. امکان برنامه‌ریزی دقیق به جهت تولید یا خرید بر اساس موجودی‌های کالا در انبار. من الان میخوام خرید بکنم، خب اگه انبارم انبار درستی باشه میتونم دقیقاً بگم که چه زمانی باید کالا خریداری بشه، چه زمانی باید فروخته بشه و برنامه‌ریزی درست رو داشته باشم. مراقبت نگهداری کالاها از سرقت، صدمه، ضایعه با تمرکز بر روی یک نقطه. اگر انبار من متراکم باشه یا انبار چینشی صحیح باشه، من به راحتی متوجه میشم. اولا که جلوی صدمه و ضایعه رو میگیرم و جلوی سرقت رو هم حتما خواهم گرفت. پس باید این ساختار درست تنظیم میشه.
طبقه بندی یا قفسه بندی صحیح اقلام حالا که باعث می‌گردد تا دسترسی به کالاها سریع‌تر گردد. خود همین هم میشه در کوتاه‌ترین زمان، یعنی گزینه اول به همین گزینه هم مربوط میشه که طبقه بندی یا قفسه بندی صحیح باشه، اونم به نوع کالا هم بستگی داره. مثلا برنامه‌نویس باید طوری برنامه بنویسه که بعضی از کالاها تو بعضی از قفسه‌ها قرار نگیره، آلارم بده به کاربرش که شما حق ندارید این رو بذارید فلان جا، به دلیل اینکه آسیب می‌بینه این کالا. مثلا یه کالای یخچالی هستش، شما میخواید ببرید تو انبار باز بذارید، مخصوصا تو زمینه دارو، خب باید آلارم بده. خب خیلی وقتا کارگر درسته این مقداری حرفه‌ای هستن در زمینه کار، مخصوصا کارگرهایی که مثلا در انبارهای دارو دارن کار مونن، خب بالاخره این کاره هست که گذاشتنش در این مسند، ولی خب صحبا ممکنه کارتلیست رو اشتباه بزنه. و گزینه بعدی، در صورت زیاد شدن ناگهانی تقاضا میتوان پاسخگویی درستی داشت. من یه انبار بزرگی دارم، بعضی وقت پیش میاد یه کالایی 5 ماه هیچ کی ازش خرید نکرده، سر یه تبلیغات تیزر تلویزیونی که اصلا به شرکت ما هم مربوط نمیشه تقاضا در این کالا بالا میره، یک دفعه‌ای من مجبور میشم حجم زیادی از کالا رو وارد بازار بکنم. خب اگر انبار درستی داشته باشم، خب پس میتونم دپوی خوبی از کالا داشته باشم و فروش بهتر و راحت‌تری رو داشته باشم. حالا طبقه بندی انبارها از نظر کالاهای نگهداری شده. انبارها اولین نوع طبقه بندیشون اینه که چه کالاهایی نگهداری میکنن. خب این کالاها میتونه مثلا دارو باشه، غذایی باشه، مثل همون مثالی که در اسلاید دوم بهتون گفتم که میتونی مواد اولیه رو نگه دارید، مواد فلزی نگه دارید. اینا هر کدوم ساختارشون متفاوت هستش. از نظر چگونگی ماهیت عمل، یعنی اینکه شما از چه مدل انبارداری میخواید استفاده کنید. ببینید، بریم جلوتر توضیح میدم. انبارداری مدل‌های مختلفی داره. انبارداری مثلا لایفو، فایفو و حالا اصطلاح فایفو که به نظر من غلط هستش، باید فیفو گفته بشه، فرست اینپوت فرست آوتپوت. و حالا بریم جلوتر بهتر توضیح رو خواهم داد. از نظر فیزیک یا شکل ساختمانی، ما انبارهایی داریم شکل‌های ساختمانیشون متفاوته، پس طبقه بندی کالاها در اون انبار بر مبنای شکل ظاهری اون انبار باید انجام بشه. حالا انبار از نظر نوع کالاهای نگهداری شده، کالاها حالا در بدو امر به جهت جامد، مایع، گاز هستند، یا مثلا انبارداری هر یک به شیوه خاصی انجام میگیره. علاوه بر شکل و حالت مواد، شرایط و خاصیت کالا در نوع انبارداری برای نگهداری از آن مورد نیاز است. حالا باید شما بتونید اون رو بررسی بکنید و برنامه‌ریزی درستی روش انجام بدید و تدابیری به کار بره که در آن کلن تأثیرات درستی رو باید داشته باشه که کالا آسیب نبینه. به طور مثال در قسمتی از انبار هوا گرم هستش، باید حواستون باشه که کالاهای مخصوصی که به هوای گرم نیاز داره به اونجا منتقل بشه. خب اینها در هنگام انبارداری و تو نرم افزار شما باید تعبیه شده باشه. خب از این نظر انبارها به صورت زیر طبقه بندی میشوند: انبارهای کالاهای معمولی، انبارهای مواد قابل اشتغال و انفجاری که خیلی مهمه که حواستون به این نوع انبارها باشه، انبار کالاهای فاسد شونده که ما فاسد شدنی خیلی زیاد داریم، کالاهای مخصوصا مواد غذایی و انبار مواد شیمیایی و مسموم که هر از شنگایی شما میبینید به دلیل عدم درست انبارداری این کالاها آتش سوزی به وجود میاد و آتش سوزی با گازهای شیمیایی همراه خواهد بود که خیلی فاجعه بار خواهد بود. و انبار مواد حالا قله‌ای هستش که حالا بازم مواد پایه‌ای غذایی محسوب میشه. اما انبار از نظر چگونگی و ماهیت عمل، با توجه به محل و حالا موقعیت اون انبار، نحوه ساخت انبار، تأسیسات، حالا تأسیسات مورد نیاز و تنوع کالاهایی که برای انبار شدن میاد به اونجا، میزان و حجم این مواد که به طی زمان معین به انبار داخل و یا خارج میشه، ممکنه حتی زمانش معین نباشه، حجمش هم نامعین باشه، همچنین موقعیت انبار در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی جامعه و انبارها به صورت زیر طبقه بندی میشن. ببینید، باید بدونید که چه نوع کالایی میاد، چه حجمی میاد، کجا قرار میگیره، چه میزان تو بازار نیاز هست به اون کالا، و یه برنامه نویس باید برای همه اینا تعبیه کرده باشه. مثل انبارهای گمرکی و ترانزیتی، مثل انبارهای توزیع کلی و محلی حالا به صورت مختلف، انبارهای سازمانی و کارخانه‌ای که به عنوان پشتیبان خط تولید در واقع ازش میشه استفاده کرد. حالا دوستان بریم جلوتر توضیحات بهتری میدم تا نگرشتون نسبت به انبار ببینید اصلا چه داستانهایی داره، به دلیل اینکه یک سری از انبار هستش که اصلا انبارهای آزاد هستش، یک سری انبارها هستش انبارهایی هستش که مختص به کارخونه ها و پشتیبان خط هستش و انبارهای مختلف. حتی انبار ما داریم، انبار دپو
طولانی مدت، مثلا کالاهای ضبط شده در ترانزیت‌های گمرکی و این جور انبارها. و ساختار مختلفش اینه که شما باید ساختار تمامی انبارها رو یاد بگیرید و براشون بتونید برنامه بنویسید. خب انبارها از نظر فیزیک یا شکل ساختمانی، انبار پوشیده، این انبار از چهار طرف دیواره، سقف داره و حالا وسایل ایمنی و اطفای حریق کامل در این ساختمان ها در واقع تعبیه شده، یا به صورت سوله این هستش. خب این انبار میشه گفت یک انبار بسیار سیف و بسیار اطمینان دار هستش و میشه کالاهای خطرناک رو بهش منتقل بکنید. انبارهای سرپوشیده مثل انبارهای بارانداز میمونن که فقط دارای حالا سقف و سکوهای مختلف هستن، اما مثلا دیوار دور رو ندارن که فقط براشون تابش آفتاب مهم هستش و باران و باد و اینجور مسائل هستش که براشون خیلی مهمه. به اینا میگن سرپوشیده، یعنی کلش پوشیده نیستش. بیشترم برای سیمان، ماسه و حالا سیمان که خیلی حساس هستش، آهک، اینجور انبارهای این مدلی از این ساختار استفاده میکنن چون دیوار دور براشون مهم نیستش. انبارهای باز یا انبارهایی که داره فضای باز هستن، به صورت محوطه باز هستن برای نگهداری ماشینالات و که اصلا هیچ آسیبی از طریق نور و یا بارش درش به وجود نخواهد اومد. انبارهای چهار دیواری بدون سقف هستش که این انبارها برای نگهداری کالاهایی که میخواهند در دید مراجعه کننده ها قرار نگیرن، کسی نباید این انبارها رو ببینه. بیشتر خب این انبارها شبیه به پارکینگ هستن، مثلا پارکینگ های هواپیمایی و اینجور مسائل. انبارهای سازمانهای تولید و صنعتی، برای به کارگیری سیستم صحیح انبارداری، حالا انبارداری کالا، لازم است شناسایی دقیقی از اقلام انبارها داشته باشیم. هر قلم کالایی که در انبار نگهداری می شود، حالا کلان جزء یکی از موارد زیر استش که هر سازمانی بستگی به نوع وظایفش و هدفهایی که داره و تولیدات خود، یک یا چند نوع از این مدل انبارداری ها رو خواهد داشت. انبار مواد خام، مواد اولیه، موادی که در تولید به عنوان بیس اصلی تولید استفاده میشه، کالاهای نیمه ساخته یا کالاهای در جریان ساخت هستش. ببینید گاهن پیش میاد بعضی از انبارها هستن مواد اولیه نیست ولی قرار از این مواد برای یک ساخت دیگه استفاده بشه و ساختارش طراحی شده و عملاً کالاهای نیمه کاره محسوب میشه که خودروسازی ها خیلی از اون استفاده میکنن. محصول یا کالاهای ساخته شده، اون محصولی که آماده و ارائه به بازار هستش، لوازم مصرفی و ملزومات مصرفی، اون کالاهایی هستش که ما در شرکت داریم ازش استفاده میکنیم و تمامی روند تولید ما هیچ نیازی به اون نداره ولی ما نیاز داریم برای اینکه کارکنانمون راحت تر بتونن کار بکنن. حالا به موقعش توضیح میدم. اجناس خریداری شده برای فروش، ما گاهن پیش میاد همه چیز رو خودمون تولید نمیکنیم، برای جوری جنسمون یه سری از اقلام رو تهیه میکنیم و خریداری میکنیم. حالا لوازم قطعات یدکی ماشین‌آلات که چرخ اصلی شرکت و کارخانه محسوب میشه و شما اگه این لوازم رو نداشته باشید نمیتونید یک روند تولید خوب داشته باشید و ابزارآلات و قالب‌ها هستش که ابزارهایی هستن که به شما کمک میکنن تا تولید اصلی رو انجام بدید. حالا برای اینکه شما بخواید یک انبارداری درست رو انجام بدید، به یه سری مهارت‌ها و قابلیت‌ها باید اشراف داشته باشید. آشنایی کامل با عملیات انبارداری، دریافت، جابجایی، انباشت یا انبارش، در واقع تحویل کالای به اون کسی که نیاز هست تحویل بگیره. من یه مقداری هم سخت هستش این جملات رو با هم گذاشتن چون میدونم هر کسی اسم انبار رو براش بیاریم، انباری که خودش دیده جلو چشاش میاد. ببینید من نمیخوام شما ذهنیتتون روی یک انبار معطوف بشه. ما انبارها خیلی گوناگونن، مدل‌های مختلف. انبارهای تولیدی هستش، انبارهای موقت هستش، انبارهای دائم هستش، انبارهای دپویی هستش، خیلی متفاوته. میخوام بزرگ فکر بکنید. پس امیدوارم که روی این قضیه اشراف داشته باشید. یه مقداری برای من سخت هستش چون من الان راجع به هر موضوعی بگم، اگر کسی ذهنیت انباری که تو ذهن خودش هستش رو فقط روش اعمال بکنه، ممکنه توضیح من برای او کمی گنگتر باشه. آشنایی کامل به اصول انبارداری، کدگذاری کالا، آشنایی با انواع سنت‌های انبارداری، با استفاده از فرم‌های انبارداری. پیشنهاد میکنم هر برنامه نویسی میخواد برنامه نویسی بکنه، ببینید یه بهانه است که من انبارداری رو دارم انجام میدم. عملا من فقط صرفا این که بیام بگیم انبارداری رو شما دارید انجام میدید، خیر، یک بهانه است که انشاءالله شما از این بهانه استفاده بکنید، بتونید برنامه نویسی رو ارتقا بدید. پس اگر خواستید برای هر جا، برای هر ساختاری برنامه نویسی کنید، مستلزم اینه که
برید تمامی فرم‌های اون سازمان و اداره و شرکت رو بگیرید. عملاً ورودی خروجی ها توسط اسنادشون مشخص هستش و شما بهتر میتونید برنامه نویسیتون رو روی اون کار انجام بدید. شناخت مواد اولیه، قطعات، محصولات نیمه ساخته، تمام شده و ضایعات. اینا باید شناخته بشن. مواد اولیه و قطعات، محصولات نیمه ساخته، تمام شده که باید بره به بازار و ضایعاتی که خراب شده و دیگه قابل برگشت به چرخه تولید نیست. آشنایی با سیستم گردش موجودی. First input, first output یا last input, first output. آشنایی با حالا گردش انبار و برابر با آخرین روش ها، بیشترین میزانی که در دنیا داره ازش استفاده میشه این هستش، یعنی ساختار FIFO یا First Input، یعنی اون کالایی که اول میاد اون کالایی هستش که اولم میره. یعنی عملا تمامی ساختارهای دارویی، تمامی ساختارهای غذایی با همین سیستم دارن کار میکنن، مگه اینکه اولویت در فروش براشون مهم باشه که وارد مبحث اون فعلا نمیشم. آشنایی با مشخصات جابجایی، انبار کردن و طبقه بندی انبارها، شما بر حسب نیاز بازار باید بتونید تنظیم بکنید کدوم کالا رو کجا بذارید و در مورد جابجاییش بتونید تصمیم گیری درستی رو داشته باشید. آشنایی با مباحث لوجستیکی مرتبط با نوع انبار و نوع اولویت‌های محصول. گاهن پیش میاد کالایی وارد انبار میشه اما از اولویت بالایی برخوردار نیست. به طور مثال انبار قطعات یدکی هستش و برای ماشین آلات مثلا راهسازی، کالاهایی هست که اصل هستش و کالاهایی هست که اصل نیست، مثل اصل کار میکنه ولی اصل نیست. اولویت شرکت در گذاشتن قطعات اصلی هستش، میگن خب اینها در اولویت بالاتری قرار داره، اگر تموم شد از اون غیر اصل هایی که مثل اصل هستش یا اصطلاحاً میگن طرح اصلی هستش رو میتونید استفاده بکنید. آشنایی با اصول ایمنی در انبارها بر حسب محصولات مختلف، یه سری از محصولات انفجاری هستن، یه سری از محصولات مواد شیمیایی هستن. گاهن مواد شیمیایی ما داریم که اگر آتش بگیره یا اتفاقی براش بیفته، حتی آتش نشانها جرأت نزدیک شدن به این مواد رو ندارن، به خاطر اینکه با آتش گرفتنش گاز سمی تولید میشه و اصلا نمیشه خاموشش کرد اون آتش رو و خطر زیست محیطی در اطرافش به وجود خواهد اومد. پس باید برای اینها تمهیدات درست اندیشیده بشه. آشنایی با روش‌های کنترل موجودی. کنترل موجودی برای برنامه‌نویس خیلی مهمه، چون مدیر میاد با یک دکمه میخواد تمام موجودی انبارش پرینت بشه و باید نرم افزار شما با موجودی انبار بخونه. پس برنامه‌نویس اگر کوچکترین اشتباهی رو در این زمینه انجام بدی فاجعه درست می‌کنی، چون تهمت‌های زیادی به خیلی‌ها خواهد خورد. از نظر اونا نرم افزار درست هستش و میگه موجودی انبار مثلا باید 2000 تا کالا باشه، در صورتی که در محاسبات فیزیکی نرم افزار شما اشکال وجود داره و 2000 تا نیست. مثلا فرض کنید نرم افزار شما 2000 تا نشون داره میده، در صورتی که تو انبار واقعیتش 1000 تاست و نرم افزار شما محاسبه اشتباه انجام داده. خب یک سری نکات برای برنامه‌نویس ها بسیار مهمه. حداقل موجودی، یعنی از چه اندازه‌ای نباید موجودی پایین بیاد و خطرناکه، مخصوصا در انبارهای قله، مخصوصا در انبارهای گندم. از یه موجودی بیاد پایین بحران اعلام میشه. خب حد اکثر موجودی، ما چه اندازه این نباید بیشتر کالا بیاریم؟ خب کالای مصرفی هستش که در سال واسه کارخونه 500 تا دونه مصرف میشه، من یه نمره حد اکثری مثلا 600 تا براش در نظر میگیرم، نباید 2000 تا کالا بیاد. پس اگر یک نفر بخواد مثلا به صورت سر خود کالا رو زیاد وارد کنه، باید نرم افزار آلارم به موقع رو بهش بده، به مدیر بده، بگه این کالا از حد اکثری خارج شده، بیش از حد وارد شده. خب این بیش از حد وارد شده یک پول ما رو دپو میکنه و پول ما رو در واقع از چرخش بازار خارج میکنه، همین که فضا اشکال میکنه در انبار. نقطه سفارش، برنامه‌نویسا خیلی با این قضیه کار دارن. یکی کاری که ما برنامه‌نویسا باید انجام بدیم، نرم افزاری رو تولید بکنیم که نقطه سفارش رو داشته باشه، در صورتی که مثلا خود کارفرما میاد به نرم افزار میده کالای X اگر تعدادش از 15 عدد کمتر شد پیغام خطا به من بده، باید حتما به من بگید که اینجا نقطه سفارشه و الا به حداقل موجودی میرسه. میزان بهینه سفارشات هستش که باید خودش بیاد تنظیم بکنه اتومات اگه دوست داشته باشه، که مثلا خودش میاد میگه 500 تا از این کالا و میزان سفارش رو به من بده. مثلا یه سری برنامه‌هایی هست به صورت اتوماتیک، ما بهش گفتیم هر کالا رو ما باید تو انبار چند تا دونه همیشه باشه،
هر ماهی میگم یه دکمه رو میزنیم پرینت میگیره، کسری ها رو پرینت میگیره، میگه به اون تعدادی که شما ایدئالتون هست اینها رو باید اینقدر، مثلا 28 تا از کالای 1 بخرید، 73 تا از کالای 2 بخرید، 16 تا از کالای 3 بخرید، براتون طبقه بندی کرده و حالا داستانهای اینچنینی رو داره. انواع موجودی کالاها در انبار. اولیش مواد اولیه است. به جهت تولید که به صورت خام به کارگیری میشه، کلیه محصولات و کالاهای تولیدی به کمک این مواد تولید میشه. پس به اونها میگم مواد اولیه که برای هر کارخونه حکم شریان خون رو در اون شرکت خواهد داشت و شما به عنوان برنامه‌نویس در کامپیوتر باید مواد اولیه رو تحت نظر داشته باشید تا به بهترین شکل اونها باید طبقه بندی در برنامه داشته باشند. مواد اولیه به جهت تسریع و تسهیل در کار تولید، یه سری موادهایی هستن به عنوان مواد اولیه، ولی نه مواد اولیه محصول، بلکه مواد اولیه مثل روانکارها، قطعاتی که برای ماشینالات استفاده میشه، قطعات یدکی ماشینالات مختلف، مثلا تجهیزاتی مثل لیفتراک، مثل اینجور دستگاه ها، ابزارهای مرتبط با ماشینالات مختلف در روند تولید و یا مثلا تولید یا پشتیبانی تولید هستش. اینها توی محصول تأثیری نداره، مثلا روغن هیدرولیک تأثیری در محصول نداره، ولی روان کننده مسیر هستش. اینها هم جز مواد اولیه محسوب میشه و دستگاه های ما نباید بخوابه. حالا کالاهای نهایی که به سفارش مشتری کلیه مراحل تولید رو سپری کرده، آماده فروشه، یعنی رفته تو انبار قرار گرفته، میخواد تحویل مشتری یا مشتری های بازاری داده بشه. لوازم مورد نیاز مانند لوازم حالا خدماتی، ساختمانی، بهداشتی، رفاهی و اداری، مثلا یه سری انبارها هست، مثلا انبار لامپ، انبار مایه دستشویی، انبار مثلا دستمال کاغذی، این انبارهایی که انبار کاغذ، خودکار، چیزهایی که در روند اداری ما استفاده میگیره، نه در ساختار مثلا فروش ما یا تولید ما، این هم باید براش انبار تبیه بشود. قطعات نیمه ساخته شده که به عنوان تولیدهای میانی محسوب میشن که در انبار قرار میگیرن تا مجددا در چرخه تولید تکمیل بشن و ادامه کار رو بدن. کالاهای امانی که به صورت امانت در اختیار تحویل گیرنده قرار میگیره یا سازمانی قرار میگیره و انتظار میره و تا پس از طی اقدامات مربوطه به سازمان یا تحویل داده بشه، عودت داده بشه یا فروخته بشه، مبلغ اون پرداخت بشه. ببینید گاهن کمپانی‌های خیلی بزرگ مثلا از 100% بازار تولیدشون 80%شون تولیدی هستش، 20% خودشون تولید نمی‌کنن، مثلا یا امانی میگیرن یا خریداری میکنن. دقت کردید؟ یا به صورت امانی یا به صورت خریداری شده از جاهای دیگه تامین میکنن و عملاً ساختارشون به این صورته که بیان برای جوری جنسشون از این کالاهای امانی استفاده بکنن. نگهداری اینا هم یه مقداری دردسرهای خاص خودشو داره و باید مراقبت کامل روش صورت بگیره. کالاها یا محصولات غیر منطبق که در واقع به هر قطعه میگن که در طول مسیر تولید، حالا خواسته یا نخواسته، آسیب دیده، به درد کیفیت فروش نمیخوره، این کالا یا باید دوباره برگردن به چرخه ترمیم و مجددا ترمیم بشه تا آماده فروش بشه، یا به عنوان ضایعاتی از چرخه تولید خارج میشه. خب شما به یه انبار اینچنینی هم احتیاج دارید. یعنی عملا ساختار انبار ما فقط مواد اولیه و مواد خام و یا مواد قابل حالا روان کننده کار نیست، یعنی انبارهای امانی نیست، بلکه یه سری انبارهایی هم داریم، انبار ضایعاتی که به صورت حالا نوع سیاست شرکت روش نظر داده میشه و باید از چرخه تولید ما خارج بشه. حالا کالاهای تجاری خریداری شده جهت فروش که حالا شامل اجناسایی هستن که سازمان خریداری میکنه بدون هیچ گونه تغییری در آن برای فروش عرضه میکنه، خیلی از کارخونه ها رو داریم. به طور مثال کارخونه این هستش که مثلا تریلر تولید میکنه، میاد یه سری یخچال هایی رو میخره به این تریلر رو اضافه میکنه، تخت هایی رو میخره به این تریلر رو اضافه میکنه، یا اینکه اصلا یخچال رو جدا مثل یه آپشن میفروشه. خب خودش که یخچال ساز نیست که، عملا این میشه کالای تجاری، همون یخچال ها حالا یا به خود چرخه اضافه میشه یا مثلا جدا هزینه میشه و ارائه میشه. زایاد یا اقلام اسقاطی که قابل تعمیر یا ترمیم نیستن، مثل همون محصولات غیر منطبق هستش. حالا غیر منطبق ها ممکنه که شما بعدن بتونید اونو ترمیمش کنید، یعنی بیارید تو چرخه تولید و یه تغییراتی بهش بدید درست بشه، اما این نه. در ساختار زایاتی ها زایات دیگه تموم شده، از دور تولید کاملا خارج شده. دارایی های ثابت کالاهایی هستن مثل میز، کامپیوتر، مثل کموت هایی که در سازمان فرآیند تولید رو تسهیل میکنن. خب اینها هم یه جور کالا محسوب میشن و یک برنامه نویس باید برای اینها هم فکر لازمه رو کرده باشه.
و باید اینها قرار بگیرن درون نرم افزار. اهمیت و مزایای سیستم صحیح همبارداری. شما به عنوان یک برنامه نویس باید این مسئله رو خیلی خوب بدونید. اهمیت و مزایای یک سیستم چه کاربردها و چه قابلیت‌هایی داره. ایجاد یک سیستم صحیح همبارداری، حالا چه رو کاغذ، چه کامپیوتری، در سازمان‌ها مزایایی رو می‌سازه که حالا دونه دونه نام می‌برم. با نظارت دقیق بر موجودی‌های انبار از افزایش بیش از حد کالاها تو انبار جلوگیری میشه و همین نتیجه باعث میشه که ضرر و زیان ناشی از تغییر قیمت‌ها یا خرابی‌ها یا فرسایشی‌ها یا فسادها در واقع به وجود نیاد. حالا این فسادها به خاطر این هستش که کالاها خراب میشه یا زنگ میزنه، یا خیلی وقتا هم پیش میاد که مثلا هستن کسایی که کالا رو زیاد خریدن تو انبار قرار دادن و ماشین آلاتی که از اون دستگاه ها از اون قطعات استفاده میکردن عملا دیسکانتینیو شده و رده خارج شدن. خب این ایراد هستش و نمیشه ازش استفاده کرد. دریافت، استقرار، حفاظت در دسترسی قرار دادن کالاها در انبار به طرز درست، یعنی شما خوب بتونید کالا رو دریافت کنید، استقرار بدید درون انبار، حفاظت بکنید و در دسترس قرار دادن کالاها برای اینکه سریعا بتونید اونو به آسانی و سرعت به محلی که نیاز هستش ارائه کنید. نیازهای واحدها رو به این روش شما تأمین بکنید. از سفارشات اضافی و تکراری جلوگیری کنید. ببینید گاهن پیش میاد شما میخواید یه کالایی رو سفارش بدید، میان میگم نیازهای انبار، یه دکمه باید طراحی کنید. نیازهای انبار رو زدن سریع شروع کنه تمام نیازهای انبار رو مشخص بکنه، بگی از هر کالایی چند تا. خب این کار با یک سیستم مدون و درست انبارداری انجام میشه و همین باعث میشه جلوی تکرارها گرفته بشه. اطلاعات مورد نیاز مدیران در زمینه میزان موجودی‌ها، ببینید بعد بدونن چقدر موجودی داریم، مصارف کالاها در هر زمان به چه نحوی هستش و حالا تامین بکنه و باعث تسهیل در شمارش بشه. خیلی از جاها نیروی کار به خاطر همین قضیه کم شده. ببینید هدف ما برنامه نویس ها این هستش نیروی کار رو آزاد کنیم. شاید خیلی ها از این حرف من ناراحت بشن، اما درستش این هستش که تا جایی که بتونیم ما با کمک نرم افزارها و سخت افزارهای بازوهای روباتیک از وجود انسان در سر کار جلوگیری بکنیم و انسانها رو بفرستیم به سمت شغلهای دیگه. در هر شغلی شما تعداد آدمها رو کم بکنید، خود به خود راندمان بالا خواهد رفت. خب با خرید حالا به مقدار صرفه اقتصادی از راکت شدن سرمایه جلوگیری کنیم. نرم افزار باید طوری طراحی بشه که جلوی راکت شدن سرمایه رو بگیره. وقتی من کالایی رو در انبار 10 تا دونه بیشتر نیاز ندارم و نقطه سفارشش مشخص هستش، نقطه حداکثر یا حداقلش تو نرم افزار مشخصه، خیلی از یه انسان سریعتر میتونه بگه که چه زمانی باید خریداری بشه و چه زمانی نباید خریداری بشه. در نتیجه نگهداری و حفاظت صحیح از کالاها، حالا اتلاف ضایعات و سرقت کلن به حداقل میرسه. یک انباردار حرفه‌ای کسی هستش که بتونه با سرعت هرچه تمام‌تر جلوی اتلاف و ضایعات و سرقت رو بگیره. صدور به موقع قبض انبار سبب تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و حالا اعمال کارهای حسابداری و انبارداری که خودش جزو مسائلی است که باید رعایت بشه. باعث تسهیل عملیات شمارش و حالا موجودی گیری، صورت برداری عملی از موجودی ها و همچنین تعیین ارزش موجودی جنس در پایان سال می‌گردد. یعنی یک برنامه درست باید بتونه اولا موجودی بگیره، به من بگه چه تعدادی فروخته شده، چه تعدادی وارد انبار شده، چه میزانی تا حالا بوده، حتی از تاریخ به تاریخ به من بگه و حتی ارزش اسمی و ارزش عملی رو برای من مشخص کنه. ارزش اسمی و ارزش عملی چی هستش؟ ارزش اسمی اون ارزشی هستش که در واقع من کالا رو خریدم، خب این کالا سودم داره دیگه، اگر این کالا معیوب بشه من از اصلی قیمتم باید از بین بره، یعنی من ضررم از اصل قیمتم هست، در صورتی که اگر بفروشم باید با سود محاسبه بشه. امیدوارم اونایی که حالا این صحبت منو شنیدن متوجه شده باشن. من کالایی رو 200,000 تومان خریدم، مثلا 250,000 تومان میخوام بفروشم. خب اگر این کالا خراب بشه من 250,000 تومان ضرر نکردم، من 200,000 تومان ضرر کردم. درسته 50,000 تومان از سود ضرر کردم که اونم یه جور زیان محسوب میشه، ولی عملا ضرر اصلی من تو همون 200,000 تومان اولیه است که بابت اون کالا پرداخت کردم. حالا اهداف و وظایف انبارها. هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمانهای دولتی و چه در حالا سازمانهای خصوصی تهیه و سفارشدهی و تحویلگیری و نگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است. انبارداری عبارت از کلیه فعالیت‌های مربوط به تهیه و نگهداری و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز یک سازمان.
حالا طبق برنامه ریزی هایی که وجود داره و اون سازمان نیاز داره، کنترل عملیات انبارداری. و یه چیزی هم دوستان در اینجا بهتون بگم، انبارداری که الان داره انجام میشه تو خیلی از جاها سلیقه‌ای هستش. این رو حالا دارم میگم نه به واسطه این که بگیم یک قانون مدونی درش وجود داره، خیر، خیلی از جاها سلیقه‌ای است. خیلی از جاها قانونا مثلا کالاهای قفسهای شماره یک رو باید بدن تو بازار، دو رو میفرستن تو بازار، بعد میگن یک رو برای فلانی میخوام نگه دارم. اینا داستانهایی هست که توی ساختار برنامه سازی هست. نرم افزار شما باید حالت چکشخاری رو نسبت به اینجور مسائل داشته باشه. پس برنامه نویس اصلا کار نداره سیاست انبارداری که قرار این انبار رو به چرخونه به چه صورتی هست. وظیفش این هستش که این سیاست ها رو به نحو احسن انجام بده. حالا این سیاست ها رو قرار نیست یک برنامه نویس درست و غلطش کنه. خب برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در حالا شکل مطلوب، که اینم باید پیش فرض مدیرا باید بدن. یعنی چی؟ یک مدیر مشخص میکنه، شما لیست کالاها رو اول در اون انبار مشخص میکنید، بعد مدیر میگه که این کالا مثلا وقتی رسید به 80 تا، فرض کنیم موجودی ما باید زیر 80 تا نیاد تو این کالا. این یه قانونیه. مثلا تو خیلی از مسائل هستش، ظرفیت گندم نباید از فلان قد در سیلو پایین تر بیاد. تو سیلو از بالا که نگاه می‌کنم میگم ما خط فلان رو نباید ببینیم، والا خیلی ارزش میزان گندم ما در سیلو پایین رفته. همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کالا و کنترل در دریافت کالاهای خریداری شده. این خیلی مهمه که باید نرم افزار این کمک رو به شما بکنه تا بتونید خریدهاتون رو کنترل بکنید. نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امور تحویل با رعایت مقررات و حالا دستورالعمل‌های سازمان. ببینید داریم میگیم دستورالعمل‌های سازمان، یعنی کاملا اصلا سلیقه‌ای شما حساب کنید. یعنی یه برنامه نویس باید بتونه با سلیقه سازمان سیستم رو بچرخونه. من جاهایی رو دیدم که اصلا واردش که میشید میبینید کاملا سیستمشون یه سیستم مجزایی، تمامی قوانین دانشگاهی و آکادمیک رو زیر سوال بردن و اونجوری که اونا میخوان باید انبارداری صورت بگیره، که واقعا تجربی هستش و دستورالعملشون به خاطر نوع مدیریتشون هستش که داره اجرا میشه. ولی شما به عنوان برنامه نویس باید بتونید این کار رو انجام بدید. اجرای وظایف فوق مطابق با اصول و ضوابط صحیح انبارداری، که همین امرم موجبات تسریع در انجام امور سازمان و تولید بیوقفه و مرغوب و صرف جویی و کاهش هزینه های تولید رو فراهم میکنه. خب همین روندم باعث میشه بنیه سازمان تقویت بشه. خب سازمان با مدیریت بهتر میتونه خیلی بنیه مالیشو نگه داره و از اتلاف بیش از حد پول جلوگیری کنه. انبارداری کلن باید در 3 مرحله انجام بشه. حالا این مراحلش به چه صورت؟ 1. تحویل و دریافت و گرفتن کالا هستش. 2. نگهداری و حفظ اجناس هستش و کالاها در انبار. و 3. صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار. حالا این خارج از انبار هر جایی میتونه باشه. ببینید ما عملا دیگه از این لحظه بعد تعاریف اون تقریبا داره یواش یواش به پایان میرسه و وارد مراحل انبارداری میشیم و شما باید یاد بگیرید یه انبار دریافت، نگهداری و ارائه خدمات رو در بر داره. فرآیند دریافت کالا، دوستان دقت کنن از این نکته به بعد خیلی مهمه. جزء اول، از مرحله اول انبارداری شامل کنترل و بازرسی قبل از تحویل گرفتن قطعی اجناس. ببینید پس اینجا الان جمله من رو دقت کنید، یعنی ما یه دونه تحویل موقت هم بس داریم. نگاه کنید شامل کنترل، یعنی تو کنترل نکنم نمیذارم جنس بیاد تو انبار. بازرسی قبل از تحویل گرفتن قطعی اجناس و کالاها توسط انباردار میباشد. خب انبارداری که تو نرم افزار ما پسورد یوزرنیم زده وارد برنامه شده، عملاً ورودی اون کالا رو داره تایید میکنه، پس این پاش گیره بدن، پس باید کنترل کنه که طبق ضوابط بر اساس مدارک و شرایط خاصی صورت میگیرد که در هر سازمان روش آن تعیین و به موقع به اجرا گذاشته میشود. حالا چرا؟ یکی از یه جا مثلا شما میرید توی یه شرکت میگن مدیر بخش مالی باید تایید بکنه تا این کالا وارد بشه، یه جا میگن مدیر بخش اداری باید تعیین بکنه. مهم نیست، تاییدیه توسط هر کس هستش در سیستم اتوماسیون نرم افزار ما باید تایید اون باشه، تا او تایید نکنه شما اجازه ورود نخواهید داشت. جزء دوم که مرحله اول انبارداری هستش،
مربوط به عملیات صدور رسید انبار هستش. یعنی وقتی شما انبار هستید باید رسید برای اون انبار صادر کنید که در مراحل بعدی انبارداری و حسابداری از آن به عنوان سند انبار استفاده می شود. ببینید هر کالایی یه سند داره و این سندها به شما این امکان رو میده تا توی انبارداری بعداً امور مالیش رو بتونید مورد بررسی قرار بدید، تو انبارگردانیش رو مورد بررسی قرار بدید و رسید انبار باید گویای کلیه مشخصات کمی و کیفی عمل انبارداری باشه. دوستان دقت کنن، شاید خیلی‌ها فکر کنن چون مثلا یه کالای ایکسی وارد انبار میشه، مثال میزنم، مثلا من انباری دارم پودر شوینده فلان رو وارد انبار ما کردیم به میزان 10,000 تا، این یک کد انبارداری داره و پودر شوینده از همون جنس، همون مارک، همون برند، یعنی اصلا هیچ تغییری نکرده ولی 6 ماه دیگه وارد انبار شده. خب این با قبلی فرق داره، اینا دو کد انبارداری مختلف باید بهشون بخوره.